نصب شعار مرگ بر دیکتاتور و توزیع تراکت اعتراض و قیام در سنندج، اعتصاب مرغداران استان گیلان، تحسن کارگران شهرداری ملایر، اعتراض کارگران شرکت‌های اقماری ذوب آهن اصفهان، 17مین روز تحسن کارگران کارخانه سیمان زرین رفسنجان، اعتصاب قضای یک زندانی سیاسی در تبریز، فشار بر زندانیان سیاسی از بستگان مجاهدان اشرفی. جوانان سنندج روز چهارشنبه 16 مرداد ماه در یکی از پارک‌های این شهر تراکت‌های حاوی شعار مرگ بر دیکتاتور و اعتراض و قیام در هر فرصت، هر زمان و هر مکان را توزیع کردند. کارگران کارخانه سیمان زرین رفسنجان روز پنجشنبه 17مین روز تحسن خود را پشت سر گذاشتند. آنان در اعتراض به اخراج 10 تن از کارگران تحسن کردند. کارگران گفتند روز شنبه و پس از عید فطر مجدداً تحسن خود را از سر خواهند گرفت و تا رسیدن به خواسته هایشان به این حرکت اعتراضی ادامه خواهند داد. مرغداران استان گیلان در اعتراض به مشکل فروش و گرانی سرسام‌آور مواد اولیه و فشار و تهدید ماموران سرکوبگر تعزیرات حکومتی دست از تولید کشیده و اعتصاب کردند. کارگران شهرداری ملایر در اعتراض به پرداخت نشدن 2 ماه حقوق عقب افتاده روز پنجشنبه 17 مرداد تحسن کردند. کارگران شرکت‌های اقماری ذوب آهن اصفهان تهدید به اعتصاب کردند. آنها در اعتراض به اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل و ازدیاد فاصله حقوق کارگران رسمی با کارگران پیمانی که بعضاً تا 3 برابر است، تهدید به اعتصاب کردند. کارگزاران رژیم در ذوب آهن در وحشت از اعتصاب کارگران عقب نشینی کردند و وعده بررسی مجدد این طرح را دادند. ماشاءالله حائری، زندانی سیاسی دهه 60 و از خانواده های مجاهدان اشرفی که به خاطر شرایط زندان از بیماری های مختلف رنج می برد، به دلیل ممانعت دشقیمان از درمانش در وضعیت جسمی وخیمی به سر می برد. دشقیمان اواخر تیر ماه گذشته او را به بهانه انتقال به بیمارستان از اوین به گوهردشت تبعید کردند. آنها از انتقال وسایل شخصی این زندانی از اوین ممانعت به عمل می آورند. وضعیت جسمی زندانی سیاسی عبدالله صدوقی در زندان مرکزی تبریز به دلیل 3 روز اعتصاب غذای خشک وخیم است. وی در حمایت از اعتصاب غذای 5 زندانی سیاسی آذربایجان اعتصاب غذای خشک کرده است. پس از این اعتصاب، دشقیمان عبدالله صدوقی را به سلول انفرادی منتقل کردند. عبدالله صدوقی به همراه 28 تن دیگر روز 2 شهریور ماه سال 90 بازداشت و به اتهام اجتماع و اقدام علیه امنیت به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. شکنجهگران زندان سمنان زندانی سیاسی علی اصغر محمودیان را که به این زندان تبعید شده است، در شرایط غیر انسانی در بند زندانیان عادی محبوس کردند. وی بیماری های مختلفی دارد، اما دشقیمان از درمان او ممانعت می کنند و قصد زجر کش کردنش را دارند. علی اصغر محمودیان 60 ساله پس از 20 ماه بلا تکلیفی در مرداد سال 91 به 6 سال حبس محکوم شد. وی از زندانیان دستگیر شده در دیماه سال 88 می باشد.